خب این پیرزن رو برداشته، بعد اینجا یه مسئله دیگری هم پیش میاد. این پیرزن ببینید زن چقدر این هوازن، قبیله مشرکین دیگه به اصطلاح، حالا چند تا مسلمون توش هست ولی کلا مشرکن اینا. ببینید ارزش زن در اون جامعه چقدر بوده که این که میشناسن هم دیگه رو دیگه، این میدونه میگه که به خاطر مادر قبیله هست اون آقا میاد و پول خوبی هم نصیب این آقا میشه دیگه، چون دندون تیز کرده. ببینید زن چه ارزشی داشته که که این آقا چه تلهی میذاشت. و این در بین اصحاب رسول خدا هست. حالا مثلا شما بیا بگه آه اصحاب رسول خدا که اون روز که بینش آنچنانی نداشتن، که یعنی ما قبول داریم بینش نداشتن. خب فرمانده چیه؟ فرمانده خود رسول دیگه. فرمانده هم که دیدیم که اینا رو تقسیم کرده، یکی داده به علی، یکی داده به عمر، یکی داده به کی. اون که بینش داشت چی کرده مگه؟ این آخوندی که قزوینی بود رو اینترنت که میگفت موسا، که فکر نکنم اون موسا نمیگفت، منظورش اینجا بود، به این کتاب ها رو این آخونده ها خوندن میدونن، که میگفت موسا آمد فرعون رو گرفت و نمیدونم بعد زنها رو تقسیم میکرد، به هر کی 20 تا داد باز کم بود، به هر کی چقدر داد باز کم بود، همینجوری میبخشید. حالا ما که زنهای شما رو نگرفتیم، کاخهای شما رو گرفتیم، ولی حقش بود زنهای شما رو هم بگیریم. این آخوند ما به شوخی میگیریم ولی شوخی نمیکنه. این دستش برسه این کارو میکنه. این پیامبرشه. این دستش برسه بدتر از اونه. خب شما میگی صحابه مثلا شما میگی مثلا صحابه اینجوری بودن. خب امروز هم همین صحابه ناخوند. خب من تا چند هزار سال من صبر کنم صحابه تصحیح بشن. خب خود رسول کی بوده که حالا صحابهش بخواد چی بشه؟ والا نمیدونم. من چی بگم والا یکم ناراحت شدم امشب. این از دیشب من عصبانی ام که این کتاب و این داستان من دیشب خوندم، میگم تا صبح من نتونستم بخوابم، همش خواب شمشیر و نخلستان میدیدم. والا پسر آن زن پیش عیینه آمد و گفت آیا موافقی 100 شتر بگیری و آزادش کنی؟ گفت نه. 100 شتر به خاطر یه پیرزن قبول نمی‌کنه. پسر برگشت و ساعتی عیینه را به حال خود گذاشت. پیرزن به پسر خود گفت چه احتیاج به خرج کردن 100 شتر است؟ رهایش کن، به زودی مرا بدون دریافت فدیه‌ای آزاد خواهد کرد. داستان سعدی شنیدید؟ چون این داستان خیلی جالبه، آدم رو میخندونه. الان شما هم میرسید اونجا. سعدی اون به شعری که میگه دام هر بار ماهی آوردی، ماهی این بار رفت و دام ببرد، شد غلامی که آبجوی آرد، آبجوی آمد و غلام ببرد. این الان اونه. رهایش کن، به زودی مرا بدون دریافت فدیه ای آزاد خواهد کرد. پیرزن به پسرش میگه که نمیخواد 100 تا شتر، برای چی میدی؟ منو ول میکنه. همین که عیینه این مطلب را شنید گفت خدعه ای مانند امروز ندیده ام، گویا حساب من در مورد این اسیر درست نیست و مغرور و فریفته شده ام. گویا یه بوی برده که در سرش کلا میره. سوگند به خدا باید لکه ننگ تو را از خود دور سازم. پس از ساعتی پسر از آنجا گذشت. این بار عیینه به او گفت حاضری پیشنهادت را در مورد پیرزن عمل کنی؟ گفت نمیتوانم بیش از 50 شتر بدهم. عیینه گفت نمیپذیرم. پس از ساعتی یک مرتبه دیگر پسر از کنار عیینه عبور کرد ولی رویش را از عیینه برگرداند. عیینه به او گفت آیا حاضری آنچه گفتی به من بدهی؟ به 50 تا شتر راضی شده حالا. جوان گفت من بیشتر از 25 شتر، آن هم شترهای مخصوص زکات، نمیدهم، فقط همینقدر میتوانم بدهم. عیینه گفت به خدا هرگز، بعد از 100 شتر حالا به 25 شتر راضی شوم؟ همین که عیینه ترسید که مردم متفرق میشوند و آنها برگردند پیش
برگردن پیش جوان آمد. هوینه دید که آقا این مردم دارن میرن، چیزها رو برداشتن دارن میرن دیگه، هر کی کارش تموم شد و این مراسم اوکشن میگن حراجی زدن، حراجی تموم شد هر کی داره میره، رفت و مال بسره. گفت حاضری که پیشنهادت را عملی کنی؟ یعنی 25 تا شتر. جوان گفت تو حاضری که 10 شتر بگیری؟ اویینه گفت نه به خدا سوگند این کار را نمی کنم. همین که شروع به حرکت کردن، اویینه جوان را صدا زد و گفت اگر حاضری و میخواهی تعهدت را عمل کنی من حاضرم، به 10 دال حاضر شده. ببینید جامعه شما رو تا کجا پیش میبره. شما در جب، اون جب وقتی قرار میگیری اونجوری میشی، منحرف میشی. مثلا الان ببینید این جمع، البته این بحث انحراف نیست اینجا، ولی اگر بنده و جناب عالی هم تو اون لشکر بودیم کار ما به اینجا میکشید، چونه میزدیم. کما این که مثلا چونه هایی که مثلا در زمان کالاهای کوپونی بود، یادمون نرفته که زمان جنگ بود و اول انقلاب و بعد از اون سنگ میذاشتیم و نمیدونم قوطی میذاشتیم، دمپایی میذاشتیم تو صف، این جای منه اون جای منه، چه چیزهایی مردم اختراع میکردن. اینا هم هست، اون شرایط اونجوری به وجود میاره. الان هم شرایط امروز جامعه ما که این انتخابات صحبتش بود، این شرایط مردم رو، شما اگر اون داخل وایستی، ناخودآگاه تو رو آلوده میکنه، به یه طرف بالاخره هولت میده. و اگر بینش نداشته باشیم ما گیج میشیم، ما قاطی این سیلاب میشیم و این سیلاب گردابه. البته گرداب میکشه خلاص، اینها نمیکشن، نمیذارن بری، همینجوری بردگی نگه داشتن که سوارشن روشونن رو دوشن. اون جو رو یکی عرض کردم، یکی از چیزهایی که به داد ما میرسه که جوگیر نشیم اونجا، اینه که ما بشینیم از دریچه یک انسان بیرونی وایستیم نگاه کنیم به این جریان و بخونیم و اینا رو بفهمیم که آقا دین ما چیه و این آقا بر چه دینی استوار کرده عقایدش رو و چجوری داره میاد جلو. تا زمانی که این آقایون، نه هر آقایون دیگری، بر شانه های همچین عقایدی میان حرکت های خودشون رو پای ریزی میکنن، ما به جایی نخواهیم رسید. این همه وعد و وعید به جایی نخواهد رسید. چرا؟ چون اون به این معتقده، این اگر بتونه فردا میاد زن بنده و جناب عالی رو، دختر بنده و جناب عالی رو، مادر ما بنده و جناب عالی رو ور میداره میبره. این حالا به خاطر این دیگه الان ارتباطات جهانی بیشتر شده، مردم زودتر میفهمن، یکم کوتاه اومده به خاطر اینکه به هر حال پاشم گیره به خاطر مسائل هسته‌ای، نمیدونم به هر حال یه سری پاهنهای مجبور شده عرض کردم. مثلا میگم الان دست میزنن، خب موقعی که دست زدن نبود که، اون موقع زورش زیاد بود، دهه 60 آقا هزاران هزار نفر کشته شدن، صداشتن بیرون مرز نرسید، کسی مثلا توجهی هم نکرد. ولی امروز یک نفر رو میگیرن و همون 2 ساعت بعدش تمام خبرگزاری ها مینویسن. خب اینا یکم به خاطر اینا کوتاه اومدن، فشارهای بیرون روی اینها هست که این افراد میان اونج... یه سری امتیازاتی میدن، قوانینشون رو شل میکنن، یه حالی میدن به اصطلاح. و الا اگر اگر فشار جامعه جهانی نباشه از بیرون، اینا با جهان بیرون اگر کاری نداشته باشن، اصلا خیالشون هم نیست، هر کاری دلشون میخواد میکنن. از همون سال 60 هم بدتر میشه دیگه، باید سینه بزنی همیشه. پس یکیش این که ما بدونیم اصل قضیه چی، دوم این که کلماتی که امروز، واژگانی که امروز در این زبان فارسی ما رایج شده، متاسفانه همش، که اگر بگیم همش دروغه، ولی یه بخش بزرگیش آلوده است، این زبان آلوده است. یعنی هر کی میاد یه چیزی میگه، ما میشینیم آیت الله خامنه ای میگفت که دموکراسی دینی، مردم سالاری دینی،